د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر خزینه معترض نوماندان وایي حکومت یې د عدالت غوښتنې غږ ته د زور او تاوتریخوالي په ژبه ځواب ویلی. دا خزینه معترض نوماندانې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو ارګ ته څیرمه خیمه وهلې چې له حکومته د ټاکنیزو جرمونو د څیړنې لپاره د ځانګړې محکمې د ایجاد غوښتنه کوي. د دې خزینه معترض نوماندانو له ډلې څلورو یې د نه خوړو اعتصاب تر څنګ د اعتراض په بڼه خپلې شونډې هم ګنډلې وې. بحث دا دی چې د دریو میاشتو په تیریدو سره ولې بیا هم د ښځو ته قناعت ورنکړل شو. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ښځینه معترض نمایندانو پر وړاندې د حکومت پر وروستیو اقداماتو غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی او د میدان وردګ ولایت معترض نومانده صدیقه مبارز، ستړي مشه اگر مرته د باسل تاسو خبر کوم تاسو اعتراضونه بل اخر کوم زته ورسیدل. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما و مهمان برنامه استاد عزیز. اعتراضات ما خود سه ماست که ما معترض هستیم، سه ماست که خیمه ما برپا بوده. ما بر اساس ما قانون و قانون تجمعات و تظاهرات ما اعتراضات مدنی خود داشتیم، اعتراضات مدنی که هیچ گونه مشکل را ما نه راه را بند کردیم نه کدام مشکل را بر حکومت یا بر مردم عام از این کشور ما ایجاد کرده باشیم. فقط بر اساس امو چیزی که قانون بر ما اجازه داده صدای خود بلند کردیم، عدالت خواهی کردیم. چرا؟ به دلیل از این که جایی که حق ما ضایع شده ما باید صدای خود برسانیم. قبل از این که ما خیمه خودم برپا بکنیم ما به نهادهای عدلی و قضایی خود مراجعه کردیم، به سارانوالی مراجعه کردیم. سارانوالی ما هم قرار بر ما صادر کرد. اسنادایی را که ما به سارانوالی روان کردیم حتی کسایی که حالا به عنوان وکیل از ولایت ما رفتن اونا حتی طبق کد جزای افغانستان که ماده 425 و 433 است و طبق ماده 97 قانون انتخابات امو طرف های ما مجرم شناخته شده بودن. بعد از شکایت های ما اسنادهایشان بررسی شده بودن. تمام فیصله هم در اینجا است. ما هیچ گپ نداریم، گپ اسناد ما میزنن. این 54 فیصله است که 44 مرکز در ولایت میدان وردک افتال شده و این اسناد است که یک بار قبل از اینکه اعلان نتایج ابتدایی انتخابات باشه صادر شده و به کمیسیون انتخابات روان شده. متاسفانه کمیسیون انتخابات بعد از اینکه حتی این فیصله ها برش رسیده به کمیسیون سمشکایت ایش توجهی نکرد. همو صندوق هایی را که به نفع بعض کاندیدا خودشان پر کرده بود به گداما همون نتایج از پیش ها اعلان کردن و یک فیصله دروغ دیگر هم دادن که به مرکز به کمیسیون مرکز انتخابات که گویا هیچ مشکل نبوده، ما هیچ فیصله ای را از کمیسیون سمشکایت دریافت نکردیم. دنیا گل گلزار است، در حالی که کمیسیون سمشکایت کلا اینا را رسمی روان کرده. اینا مهرای رسمی است که اینجا صادر شده. 54 فیصله است و در هر فیصلهش صندوق ها بررسی شده در حضور ناظرهای ملی و بین المللی. افراد که امیال سه نفر که به پارلمان است، سه نفرش دوتاش اصلا رای نداره، یکیشون مجرم شناخته شده که باید به سارانولی باشه، باید زندان شوه به خاطر که طبق کد جزا اونا باید حبس داشته باشن چون دستبرد به اسناد رسمی زدن. کل فیصله است. بعد یک بار قبل از نتایج انتخابات است که ثابت شده. بعد از که اینا کمیسیون انتخابات ولایت میدان وردک وقت توجه نکرد، بعد از او باز دوباره ما شکایت کردیم. من خودم 7 مورد شکایت ثبت کردم که بر اساس همون صندوق بازرسی شد در حضور ناظرهای بین المللی و کاندیدا و هر دو کمیسیون اعضایشان، باز هم امی ثابت شد و ما گپ ما ادعای ما درست برآمد. فیصله در مورد اونها صادر شد. حتی بعضیشان اینجا نامایشان هم است که 15,000 جریمه شان کرده و تمام آرایشان اونجا باطل شده. اینا چیکار کرده بودن؟ حتی سایت های خیالی داشتن. مثلا در یک محل ما 4 محل رای گیری بوده، اینو به 6 محل تبدیل کرده بودن. در نتایجی که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود ما سایت گرفتیم دیدیم 6 چی است محل است، در حالی که 4 محل. ما اینا رو ثابت کردیم، بررسی شد. اون اگر تو چه پارلمان کیستا سوپزیباندی دی او فکر کوی چی استا سو حق خوردل شوی؟ بله، اگر څوک دی وغو هغه څنګه پارلمان ته لاره پیدا کړ؟ خب این گپ تو شد که این فیصله ها باز برای بار دوم دوباره تایید شد که این تاییدش است، هم تایید مرحله اول و مرحله دوم است. این تمام اسناد رسمی خودشون صادر کرده. اسنادهای ما گپ میزنن، ما گپ نمیزنیم. این اسناد است که کمیشنرای جدید که بعد از اینکه اصلاحات آمد، کمیشنرای جدید آمد، کمیشنرای جدید کمیسیون سمشکایت
که من تشکری میکنم که میگن دو نفرشون قبول نکردن، وقتی که سرشون کودتا میشه امضا نمیکنه. اینا تاریخ 18 کلش این می موارد یا تایید کرده، باید این تطبیق شه. قانون است، بله این قانون است. میگن کمیسیون سهم شکایات کارش نتیجهش نهایی است. وقتی نهایی است خب اینو چرا تطبیق نکردن؟ این فیصله ایشان است. کسی که فیصله ایشان رو تطبیق نمیکنه به لحاظ قانونی خودش جرم است. باید از اونها پرسان شوه، از کمیسیون سهم شکایات که شما چرا این را اجرا نکردین. چیزی که مهم است این است که شبی که پارلمان افتتاح میشد بحث جرگه بود، متاسفانه کودتای سیاسی صورت میگیره. از جای ازرگ برشان دستور داده میشه که شما نتایج ابتدایی پر از تقلا و اعلان بکنین که او کاملا خلاف این فیصله است. گفتن که ازرگ گفتن و چیزی رو که شنیدیم و اسناد رو که داره به خاطر از اینکه بحث افتتاح پارلمان مطرح بود، یک بس جرگه مطرح بود، دو یعنی دا جواب تاسو ته شکایت کمیسیون خو خبر شوید چې موږ د ارګ په دستور دا کار کوو یا ما شنیدیم؟ بله، چون اعضای کمیسیون سم شکایت کمیشنرها باید که کلا موافقه بکنند نتایج که از هر ولایت میه، باید وقتی که به این شکل اینا تایید میکنن اینو می تاییدشون همگی امضا کنن به کمیسیون انتخابات برای تطبیق روان میکنن. اینجا بین اینا درگیری صورت میگیره بین اعضای کمیسیون سم شکایات. کمیشنر رو دو نفرشان امضا نمیکنه، سه نفرشان عمو دستور و فشار ارگ مجبور امضا میکنه، ولی این تطبیق نمیشه. چیزی که مهم است قانون تطبیق نمیشه. دغه اسناد تاسو لره دي اسناد لپاره دي چیرن لپاره خو تاسو لتیرو درې میاشتو ناستي او اعتراض کوي. بله، دي دلته چې په درې میاشتو کې مغه غنوریدل کې درې میاشتو کې تاسو ته قناعت نه درکړ شوې دي کوم ارګان لخوا یا خپل د ارګ لخوا یا د کمیسیونونو لخوا؟ ما چیزی که بر ما در این مدت سه ماه واضح شده ای است که کسای در ارگ است، اطراف رئیس جمهور است، اونا نمیخواین که حقیقت رئیس جمهور بدانه. به نظر ما که اگر رئیس جمهور این اسناد رو بررسی کنه، از نزدیک ببینه، او حتما به حقانیت از این پای میبره و یکی این خودش قانون است، این فیصله های قانونی است. کسی که فیصله های قانونی خودم انجام نمیده طبق قانون او مجرم است، باید که اونا پاسخگو باشه. کمیسیون سم شکایت باید پاسخگو باشه که چرا که خودشان تایید کرده، خودشان فیصله کرده، اسناد قانونی است، اینا رو تطبیق نکردن، پاسخگو اونا هستن. اما در ارتباط با اینکه سه ما چرا اینا گپ ما رو نشنیدن، خب گپ نشنیدن گفتم بر اساس همیست که کسایی که مداخله میکنه اجازه نمیده که امی کار پیش بره. گپ مهمی بود که بعد از اینکه خواهرای ما اعتصاب کردن، اعتصاب قضایی کردن، محب صاحب تشریف آوردن و خیمه ما، بر ما گفتن خواستایتان چیست؟ گفتم رئیس جمهور رو میبینیم و ما اگر میگن که محکمه خلاف قانون است، چون تمام فیصله های کمیسیون سم شکایت نهایی است، خواهی فیصله هایش است، چرا تطبیق نکرده؟ اینا قانون است دیگه. این اینجا هر کدام 54 ورق است، 54 فیصله است که رسمی صادر شده، خب اونا باید پاسخ بگن. بعد یک چیز معذرت میخوایم، وقتی که اینا اجازه ندادن به اونجا، من فکر میکنم که کسایی که این سبوتاج میکنه نمیمونه که واقعیت ها گفته شد و نمیمونه که قانون اجرا شد، حتما کدام ریگ به کفششان است، حتما کدام مشکل را داره. رگرزم پامده موضوعات باندیم تاثر رگرزم احمد زیسی لتیرو درو میشتو دغه خزینه معترض نمندان تاسو ګورې د دوی اعتراض او دوی سره هغه چلنج شوه ده په د تاریخوالي ترکشه دوه زله دوی خیمه نړول شوه ده ولې د اقل دومره حق نه جوړیږي په قانوني لحاظ چې دوی ته ویل شي دا اعتراض مو حق ده او کنه حق. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته وکیل صاحب ته کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په شروع کې غواړم ډیر په مختصر ډول وایم چې په اول سر کې اعتراض اعتصاب د یو سیاسي حق ته د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندې شوی، په نړیواله سطح په نړیوالو اسنادو کې په خصوص د مدني او سیاسي حقونو په میثاق کې په ډیر صریح ډول وړاندې شوی د افغانستان منله د یو الزامي سند ده او په څنګه کې موږ یو ځانګړي قانون ورته لرو چې د موضوعات تنظیم کړی د په اساس د هر افغان حق جوړیږي چې د خپل د مشروع حقونو او مطالبات لپاره اعتصاب وکړي یا اعتراض وکړي یا اجتماع جوړ کړي.
زه فکر کوم چې په دې موضوع کې چې تر دغه درې میاشتو پورې د دوی غاک نه دا اوریدل شوی تر یو حده پورې دوی هم ګرم دي ځکه چې زه دا اوس پوښم چې دوی اسناد لري د کمیسیون بیا دا چې شاید مخکې تر یو حده پورې زه پوښوم ولې ټول خلک د افغانستان حتی دغه نهادونه نه پیږي چې دوی غوښتنه چا ده که تاسو د دوی په بنرو کې وګورئ د دوی غوښتنه اختصاصي محکمه جوړېدل ده چې هغه موږ مخکې هم پې بحث کړی چې اختصاصي محکمه د ټاکنو په قانون کې یوازې د دوه کمیسیونونو د شخړو د لمنځوړلو او د حل فصل لپاره وړاندیز شوی نور موږ بل اختصاصي محکمه د ټاکنیزو مسایلو کې نه لرو او څنګه چې وکیل صاحب اشاره درلوده د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو کمیسون پریکړې نهایی دي خو په څو موارد کې چې فکر کوم د دوی دوه موارد چې دوی خودله ابطال د اراده او بل حس د یو کاندید د لیست څخه په دغه موارد کې د ټاکنو کمیسون د شکایتو د اوریدو کمیسون تصامیم نهایی ندی دلته باید د ټاکنو کمیسون ورسره موافقه وکړي کچېره موافقه ونه کې باید یو مختلط هیئت جوړ شي کچېره مختلط هیئت هم په نتیجه ونه رسیږي یعنی د موضوع حل فصل نشي کړلای بیا باید ځانګړي اختصاصي محکمه جوړه شي چې هغه د دوه ترمنځ فیصله وکړي څومره چې د دې اسناد نخکاری زه فکر کوم شاید د مرکزی شکایتونو کمیسون پریکړه بکړي خو دا چې د ټاکنو د کمیسون لخوا نه آیا منل شوی که نه ده منل شوی آیا مختلط کمیسون جوړه شوې ده د تصمیم باطل شوی تعدیل شوی خو ظاهرا خو داسې ده چې هلته د دوی په ابلاغیه کې ځینو د شکایتو کمیسون کمیشنرانو امضاګانې نه دي کړي یو ټکی خو دغه ده د مخالفت چې ځینې کمیشنرانو ورسره مخالفت ښیي بل دا چې ظاهرا خو د انتخاباتو کمیسون له دغو فیصلو سره یا هغه نتایج چې اعلان شوي دغو سره کوم مخالفت نه دی ښودلی او په خپل سایټ کې هم دغه نتایج اعلان کړي دي اوس هغه تاسو ګورئ چې پارلمان کې وکیلان ناست دي اوس د دوی مسله دا ده چې که چیرې د شکایتونو کمیسون هم غږ وانهوري انتخاباتو کمیسون هم دا خبره سطحي تیره کړي ولې یو څه خو به وي د موضوع لپاره خو به یو حل هم موجود وي لکه د دوی وروستی یوه غوښتنه دا ده چې اوس که چیرې اقتصادي محکمه نه جوړېږي نو یوه تخنیکي کمیټه دې جوړه شي زموږ دغه اسناد دې وڅېړي چې دغو اسنادو کې که چیرې غلطي وي خو موږ ته دې وایي چې تاسو غلط یې په دې موضوع کې څو اړخه ده موږ اختصاصي محکمه کوم څه په ټاکنو قانون کې وړاندیز شوی هغه نسو جوړولی ولی اختصاصي محکمه په دې شکل جوړولای شو چې ټاکنیز شکایتونه واوري ما مخکې په دې باندې تبصره کړای مل چې دا د دوه حق جوړیږي هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک د محکمې ته د لاسرسي د حق څخه هغه محروم کړي د اساسي قانون په اساس د نړیوالو اسنادو په اساس هیڅ څوک دا حق نه لري ولو چې دا د ټاکنو په قانون کې راغلی چې د شکایتونو کمیسون تصمیم نهایی ده دا باید نهایی ونه وسیږي هر څوک باید حق ولري چې محکمې ته لاړ شي یوازنی مرجع چې د هغه تصمیم نهایی ده هغه عادلانه محاکمه ده چې په معیارو برابر باید تصمیم ونیسي او قضایي لحاظه باید یو موضوع وڅېړي دا موضوع په دې کې نشته په څنګ کې ما چې ویلي په دغه موضوع کې مبهم ده دغه موضوع ګونګ ده که چیرې د ټاکنو کمیسون اعتراض نه کړي هغه مختلط کمیسون نه جوړه شوی او محکمه خوازي ده چې موږ خبر نه ده جوړه شوی هغه مراحل نه تای شوی دا واضح خبره ده چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون تصمیم نهایی ده باید تطبیق شي دا باید پلی شي هغه کسان چې دغه نه ده تطبیق کړی دغه تصمیم څخه وختي دي بغیر له قانوني لارې نه حتی د مجرم دي او باید قانوني لحاظ تعقیب لاندې تاسو سید د قانوني مراحل ته اشاره کوي چې قانوني مراحل باید تکی د قانوني مراحل په اساس باندې کومه مخصه محکمه چې په قانون کې پیش بینی شوی ده هم دغه یو مختلط کمیسون جوړیږي او کاغه موسی ولی شي کولای اختصاصي محکمه ده دا مسله راځي کی او دلته یو اتهام وارد ده اتهام دا ده چې د څو حوزو هغه نتایج لکه د میدان وردګ کندوز بغلان او د کوچیان حوزې دا وې سیاسي اعلان شوې دي حکومت د پارلمان د افتتاح لپاره حکومت د مشورتي لوی جرګې لپاره وختل چلته نصاب تکمیل کی او پارلمان افتتاح شي اغه فیصله او اغه شکایتونه چې د ولایتونو کې باید چېدل شي وي ونه چېدل شول او همغه ابتدایي لیست اعلان شو بل اخر پارلمان ور باندې افتتاح شو د خو اوس د اتهام تر کچې ده او د اتهام ته هم باید څوک جواب وایي دقیقا د موضوع ته د دوه مرجو مسولیت راځي کی یو د ټاکنو د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسون ته د مسولیت راځي کی چې دوی باید موقف نیولای وي چې موږ کوم لیست تاسو ته لیږلای او کوم تصمیم چې موږ نیولای وو چې کوم مراکز باید باطل شي څوک څه رقم رایې څه رقم کیږي دغه تاسو نه دی پلی کړی په دې اکله د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د چوپتیا د خپل یو مسولیت دوه راځي کیږي په څنګ کې د ټاکنو د کمیسون دوه مسولیت راځي کیږي چې دغه تصمیم په اساس باید هغه مراحل تای کړای وای کده سره مخالفت دلته باید مختلط کمیسون جوړ کړای وای وس چې دوه نه دا جوړ کړي رضایت لري د چوپتیا په خپل رضایت په معنا ده په دې معنا چې باید دغه د شکایتونو د کمیسون تصمیم دوی پلی کړای وای وس د دوه لحاظ د دوه حق جوړیږي چې باید د خبرې واورول شي
د دوه کمیسونو چې دوی معلومات ته د لاسرسي حق په لحاظ د مکلفیت لري چې دوی ته معلومات ورکړي چې دغه پریکړه څنګه د عملي سو څنګه تغییر وموندله. تاسو تروسه مې یو موضوع ته اشاره وکړله، د ټاکنو د کمیسون د دواړو کمیسونونو معیار د تصمیم اکثریت ده. که چیرې یو یا دوه کمیشنر مخالفت هم وکړي که اکثریت موافقه ورسره ولري دا تصمیم نهایي ده پلي کېدونکی ده. که چیرې دغه موضوع ثابت شي دلته خو نور موضوعات دي، باید دغه دواړه کمیسیونونه موقف ونیسي. کیدای سي د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا تصمیم دموږ نه ده، کیدای سي دا جلسه وي، کیدای سي دا قانوني بڼه ونه لري، کیدای سي هغه مختلط کمیسیون موږ تاسو خبر نه وي چې دا بیا مسؤلیت دا نه ده چې دغه پروسه غلطه ده. دلته بیا بل مسؤلیت راځي کېږي چې ولې دغه مختلط کمیسیون تصمیم علني نه سو، ولې خلکو ته ورو پیژندل نه سو، نو ولې خلک پی خبر نه دي؟ دا د معلوماتو له لحاظه دا نقص ده د قانون. ولی که چیرې دغه تصمیم بغیر لغه څه چې د کمیسیونونو تصمیم نیولی دی او هغه مرایل ته شوی نه د تطبیق شوی او بل څوک معرف شوی دی دو په ځای، نو دلته د قانوني لحاظه هغه انتخاباتي جرایم چې دي چې د ټاکنو په قانون کې راغلی، د جزا په کود کې راغلی، دا په دوه باندې پلی کیږي. په دواړو کمیسیونو کې هر هغه څوک چې مسؤول دی په دې برخه کې په دوه باندې تطبیق کیږي، دا باید تعقیب لاندې راوستل شي. تاسو سره په یو مورد باندې راګرځو، یو دا چې هغه چلنج چې له دې خزینه نو معترض نمایندانو سره کیږي یا شوی دی په دې باندې، او بل دا چې نور ډیر انتخاباتي مسایل هم دي چې حکومت ورسره یو ډول داسې سیاست غوره کړی دی چې ډیر ته د سوال وړ دی. مثلا همدغه د کمیسیونونو د کمیشنرانو عزل او تر اوسه پورې د هغوی د هغه د دوسیو ناڅرګند وضعیت چې هغه چېرته لاړه، پارلمان افتتاح شو، نتایج اعلان شول، نو که چیرې هغه خلک په حق وو نو بیا ولې لرې شول، او که چیرې نه حق وو پارلمان ولې افتتاح شو؟ دغه ټول موضوعات سره د حکومت په چلند تاسو سره راګرځم. اغلی مبارز، یو خو دا دی چې د اختصاصي محکمې لپاره مراحل نه دي تیر شوي، نه یو مختلط کمیسیون جوړ شو او نه هم انتخاباتو کمیسیون د دغو فیصلو سره کوم مخالفت ښودلی دی چې تاسو یې د هغې په اساس مخالفت وکړئ. چیزی که مهم است ایست که متاسفانه وقتی که امی نتایج اعلان شد پرنسیپ به امی شکل بوده، پرنسیپ کمیسیون سم شکایت، وقتی لیست نهایی میشه اینا روان میکنه به کمیسیون انتخابات. کمیسیون انتخابات حداقل دو روز، بعضی ولایت ها را سه روز چهار روز هم اینا خودشون یک بررسی داره، بعد از بررسیشان باز اونا تطبیق میکنن، اعلان میکنن نتایج که در این مورد نشده. حتی خارج از وقت اداری برشان خبر داده میشه. شما ببینید در ولایت میدان مردک ساعت 11 بجه شب اونا را از خواب بیدار میکنه که شماها صبح به پارلمان بیاین، در حالی که باید قبل از چند روز قبل برشان خبر بدن نهایی شوه. نتیجه هیچ به کمیسیون انتخاباتی نرفته، هیچ بررسی به کمیسیون انتخابات نشده. اینجا عدالت انتخاباتی زیر پا شده. شکایت کمیسیون ولی به موضوع بعد سکوت اختیار کرد؟ کمیسیون سم شکایت اعتراض کرده، دو نفرشان اعتراض کردن، قبول نکردن، ولی فقط یک فشاری از بالا بوده، برشان گفته شده که همون نتایج ابتدایی را اعلان کن. استقلالشان زیر سوال است. ما متاسف هستیم، استقلالشان زیر سوال است و یک به حساب اینا مردم افغانستان نشان داد که مشنرا را پس کردن، که مشنرا دیگه را آوردن که اونا انتخابات به بحران برده بودن. پس اینایی که آمدن آیا فیصله هایشان و کارشان استقلالیتشان معتبر از قانونی است، یا کسی که از بالا برشان دستور میده که شما فلانی یا فلانی کسا را بیارین یا نتایج ابتدایی پرتقل رو اعلان کنین، این رو باید اونا پاسخ بگن. در تمام مراحل از این قانون شکنی شده، بی عدالتی شده، متاسفانه هر کسی که پارلمان دست دست به زبان دیتلی لی دیگه سنگ و لرل رای ندرلودلی او یا کم معامله دلت صورتونی و بسیار واضح بود. بخصوص ما از حوزه خود ما میتونم بسیار براحتی بر شما بگم که در حوزه ولایت میدان وردک 44 مرکز ما باطل بوده، انتخابات اصلا صورت نگرفته، صندوق ها به گودام پر شده و در ارتباط با یک خانمی که همون جاله رفته، او خانم با 7 مورد جرایم انتخاباتی داره که دستبرد به ریزنشیتا زده، سایت های خیالی داره و طبق فیصله های کمیسیون سم شکایت مجرم شناخته شده، در آرایش باطل شده، در او ساحه سایت های خیالیش باطل شده، ولی باز هم همون نتیجه ابتدایی برشان اعلام شده، هیچ تطبیق نشده. تمام همی تفتیشی که صورت گرفت، همی شمارش آرایی که صورت گرفت، هیچ نشد، فقط همی از بالا دستور داده شد که شما همون کمیسیون ابتدایی بلا مسئله که چیر تاسوی دقیقه کم چلن چی تاسو را پا دی تحسن پا خیمتی وشه او وسم تاسو غواړی ال تخیمه وه ول اجازه نه درکول کیږي، ای دی حقیقت څه ده؟ حقیقت هی است که ما سه ماست که اونجا هستیم، تقریبا 3-4 بار سر معامله صورت گرفت از طرف پلیس. شما و استاد عزیز ما که در ارتباط با حقوق بیشتر آگاهی دارن، در قانون پلیس آیا شما دارین خشونت؟
که کسی که اعتراض مدنی داره و اعتراض مدنی طبق قانون اعتراضات و تظاهرات حق مدنی هر شهروند افغانستان است که در هر جای به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت و به خاطر حق رای مردمشان اعتراض کردن، در هر جایی که اینا اعتراض بکنن باید که وزارت داخله و نیروهای امنیتی ما امنیت ما رو بگیرن، نه اینکه بیان لاتوکوب بکنن و به زور با فشار. یعنی تاسو انت مسئول نه، مسئولیت نشته؟ بله، تقریبا مسئول که ساحه یک عسکر اونجا میماندن اصلا اسلحه نداشت، مدت زیاد بود که یک عسکر اونجا پیره ما بود و اصلا اسلحه هم روش نبود، ولی یک لباس نظامی بیچاره بود دفالوی خیمه بود. شب که شب جمعه آمد یک انتحاری که من نمیفهمم انتحاری از کجا بود. خب انتحاری خیمه گپ همی است که اگر این انتحاری بود، خب اولا که 12 خانم هستیم از 12 ولایت معترضین هستیم، دست ما خالی، ما کدام سمت و مقام و زور نداریم که انتحاری به ما را بکشن. اگر انتحاری را رقیبا روان کرده باشه یا دسیسه کسایی باشه که در انتخابات افغانستان خیانت ملی را انجام دادن، عمر خوڑل سڑخکاری، سپنگیر سڑخکاری چه دام یو پخته نده؟ چیز کمی رو میخوام تعریف کنم. وقتی که اونجا انتحاری می یک چیش انفلاق میکنه، یک تکمه از او کم زخمی میشه، او طرفتر میره باز نفرهای ارگ میبره، در حالی که انتحاری آمدنش در او منطقه بسیار اساس از لحاظ امنیتی که چند قدمی ارگ است، چند قدمی صدارت است، امیم شرم‌آور است به نیروهای امنیتی که چطور انتحاری اونجا میایه. باز او کل واسکت شما انتحار نمیکنه، خال به امنیت است، این امیل امنیت پرسان کنه، حکومت پرسان کنه او دو با تقاضای چنگ آده؟ او با تقاضای دسی ورکتی آده؟ ما اوش به او صورت چیز را که میفهمم این امی است که اینا باید بر مردم افغانستان و برای ما مشخص بکنه که انتحاری از کجا بود، از کجا رهبری شده بود، از طرف حکومت بود یا از طرف رقیبا بود. ما فکر نمیکنم که از طرف طالبان باشه، از طرف دشمنان مردم افغانستان فقط قیمه رو بزنه. یک گپ دیگه را میخوام بگم. مثلا جتاسو نپادی تاسو تا بیام نوبت در کوم پدی خطر چیز من وقت کم ده استاد تلق وقت ورکو من خیمه رو خلاص میکردم بعد از این فشارهایی که سر ما آوردن راگرزم بیام تاسو تا راگرزم احمد زیسه حکومت چې کوم سیاست غوړه کړی ده خصوصا په پارلمان انتخاباتو په برخه کې چې تاسو ګورئ د ښځینه معترضو نمایندانو سره دغه سی یو سلوک او داسې ویل کېږي چې پارلمان کې ځینې وکیلان همدا اوس چې هغوی وثیقې هم نه لري او د پخوانی کمیشنرانو هغه دوسیې چې تر اوسه پورې خلکو ته معلومات نه ورکوي چې ولې لرې کړل شول او اوس ولې د هغوی دوسیې ورکې دي، دغه سیاست څنګه ارزوئ؟ زه غواړم چې د حقوقي لحاظه په دې هکله رڼا واچوم. د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باید د دو دوسیه څېړل سوی وای، اوس وخته موده د تحقیق خلاص شوی و. دلته یوه ستونزه لیدل کېده، هغه دا چې دا موضوع فکر کوم چې راجع سوی و د جرایم سنګین محکمې ته، او هغه محکمه فکر کوم په اول سر کې د رد کړې وه ځکه چې صلاحیت موضوعي پکې نه درلوده، او بیا وروسته ستره محکمه مصوبه ورکړه، دا ستونزه حل شوه. تر یو حده پورې دا توجیه لري ځکه چې قانوني لحاظه دا د دو حقو چې تر دې مودې پورې وغځوي، او منطق دا و چې دا موضوع لږ څه پیچلی و د ټاکنو د موضوع، ولې دا د افغانستان د خلکو حق جوړیږي چې باید د دې موضوع په هکله باید دوی ته معلومات ورکړل سي چې دا څنګه کیږي، او دا باید نتایج اعلان سي او باید وارزول سي په هغه موده کې چې قانون ورته وخت ورکړی. موږ استاد ګورو چې ابتدایه محکمه یو میاشت وخت لري، بیا دو میاشتې استیناف محکمه هم دغسې دو میاشتې وخت لري، بیا تمیز محکمه باید دغه نتایج خلکو ته اعلان سي او باید خلکو ته ورسوي دا معلومات. پاتسو تاسو یو بل خبرې ته اشاره وکړل چې څنګه دغه وکیل صاحبانو سره څنګه دا چلند کیږي. هر هغه غیر انساني برخورد چې چا سره کیږي، ولو که هغه د امنیت د ټینګولو لپاره یا که په هر هدفی، ولو که یو څوک د یو جرم باندې محکوم شوی، هغه سې جزا چې خلاف د انسانیت وي، خلاف د کرامت انساني وي، او یا دا چې زور زیاتی ول ډبول پکې وي، دا خپله جرم ده. که د هر چا لخوا نه سوي، که د عامه خدماتو د کارکوونکو لخوا نه، د پولیسو لخوا نه، د امنیتي قواو لخوا نه سوي، بیا دا مشدده حالت لري، یعنی جزای شدیده. هغه ویډیو چې په لاس پلس کې په فیسبوک او سوشل میډیا کې ډیر زورون کې ده، ځکه اته په خزو باندې د گزارونو مسله ده، د لرګي وارونو مسله پکې ده، واغه خیمه په ډیر د سیو شکل سره ولل کیږي چې فکر کوي چې په قانون کې یا د اعتراضونو په قانون کې د پولیسو دغه اجازه وي چې په خزینو باندې لاس پورته کوي، یا دغه خیمه په دغه ډول یوسي. هم په دې موضوع کې، هم په دغه ادعاو باندې چې دوی لري، چې دلته هغه قانوني تصامیم چې د مراجعو لخوا نیول شوی ده نه ده تطبیق شوی، نور کسان معرفي شوي دي،
په دغه دوه مسایلو کې د لوی څارنوالي مسولیت جوړیږي، ځکه چې د جزایي اجراءاتو په قانون کې ښودل شوی کچېرې د یو جرمي مسالې پاک له لوی څارنوالي خبر سي او یا په رسنیو کې هغه خپور سي، دا مکلفیت لري چې دا باید تحریک دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، دا د دوی تحقیق نه وروسته معلومیږي. باید لوی څارنوالي هر څه زر اقدام وکړي، د دوی ټول اسناد راواخلي، دا ټول ویډیوګانې راټول کړي، دا ښه وڅېړي کېدای شي د ویډیوګانو کې دا حقیقت ونه لري، ولې دا باید خلکو ته وښودل سي کې تحقیق باید وسي، داسې نه چې څارنوالي باید چوپ پاتې شي. څوک په ارګ په دروازه کې وی او بیا دومره څوک ورانه شي چې ورته وی چې ولې نه ست. دا د دوی موضوع لکه څه پیچلای ده. دوی خوانه د استری محکمې مسولیت جوړیږي چې باید دوی غږ واوریدل سي. دوه مخ کې نور فکر کوم د دوی اعتراض دا و چې استری محکمې ته مراجعه کړي، استری محکمه د دوی ورقه عریضه به خینه درخسته، دا هم د قانون خلاف ده. محکمه د مکلفیت لري هر موضوع چې ورته راځي کې هغه ته باید رسیدګي وکړي، یا وایي د صلاحیت لرم د قانون په اساس په لیکل ډول باید دوی ته ځواب ورکړي، او یا دا چې هغه باید وڅېړي او نتیجه خلکو ته واوري، ځکه چې دا یو ځنې مرجع ده د شکایتونو د ارزونو او د قضایا او د اختلافاتو د رسیدګۍ لپاره. په څنګ کې د لوی څارنوالي مسولیت جوړیږي، ځکه چې د دوی اداوي انتخاباتي جرایم دي، ولو که دا دروغ وي دا باید وڅېړل سي، هغه تحقیق مراحل باید تاسو کې شي. به تاسو بیا مرنا پکې وچو شي خبر اغلی مبارز بحث جنبندی کو بلاخره جنبندی کې تاسو راتلون کې اقدامات او بلاخره حل لار باندې رای حلش همي است که ما 3 ماه تمام به خاطر قانونمندی، به خاطر تطبیق قانون و به خاطر عدالت انتخاباتی و به خاطر حق رای مردم ما و اراده مردم ما که در قانون اساسی افغانستان بسیار سریع واضح کرده، در ماده 83 میگه نماینده واقعی مردم کسی است که مظهر اراده مردم باشه، ما به خاطر احترام به این مواردی که ذکر کردم ما استاد هستیم، اعتراضات خودم میکنیم، گپ ما اینمی است که رئیس جمهور باید صدای ما را بشنوه و این تاریخ بدنام را در حکومت خودش نمانه و این برخورد که متاسفانه امرای معترضین شده با زور سلاح هم پلیسای مرد بشه از چندین ارگان اینا میان یارش میبرن، بلد کوب خواهرها را از اون محل دور میکنن و مرتب برشان حتی دیروز برای ما گفتن که رئیس جمهور گفته که امر فایر را دارین سر از اینا فایر کنین، و چی جرمه؟ رئیس جمهور ما طالب هستیم، ما انتحاری هستیم، ما چی هستیم؟ ما کسایی هستیم، ما به خصوص کسی هستیم که دو دوره قانون ساختیم و نمیخوایم سر قانون پای خود بانم، یه فیصله قانونی است باید تطبیق شد. و یک برای رای حلش اگر کمیته تشکیل نمیده میتونه کمیسیون اختصاصی رو ترتیب بده، استاد محترم اسنادای ما رو بررسی کنه، اگر ببینن که اسنادای ما خلاف قانون است ما رو به سرنوالی معرفی کنه، اگر نیست حق ما رو یو خلاص موږ د ټاکنو په قانون کې وینو هغه د کچيري دغه کمیسونونه د تصامیم څنګه چې په دغه قضیه کې ښکاری کچيري د شکایتونو کمیسون هغه تغییر عمومي بیا تطبیق نسی مرجع کومه ده. موږ په حقوقي مسایلو کې په تجارتي دعواو کې د محکمې د تطبیق مرجع لرو چې هغه د حقوق اداره ده، په جزایي مسایلو کې څارنوالي لرو، ولی په دغه موضوع کې دا یو خلاص چې باید د قانون کې په نظر کې ونیول سي، ولی د اوس لپاره په دغه موضوع کې څنګه چې ما اشاره وکړله په دواړو اړخو باندې هم دا چې زور زیاتی دوه سره سوي دي د تظاهرات او د اجتماعاتو د حق خلاف او هم دا چې دوی اداوی لري چې دلته انتخاباتي جرایم ترسره سوي دي، مرتکب شوي دي ځینې کسان، دا باید د څارنوالي خانه هر څه زر تر زره وارزول سي. دوی باید خپل اعتراض څارنوالي ته ولیږي، دا چې جمهور رئیس دوه سره ګوري کنه ګوري، دا چې یو ځانګړی کمیته دی ټاکي کنه ټاکي، دا د جمهور رئیس کار ده، ولی د دوی د حق د ارزولو لپاره زه فکر کوم لوی څارنوالي مرجع ده. په څنګ کې ملل متحد د بشر حقوقو شورا لري کچېر په خپل افغانستان کې دا نه ارزول کې زده دوه مشوره وکړم چلته لاړ سي خپل ارزول. یو ګپ ما مونده مو امروز در لوی سرانوالي شکایت کردیم به خاطر خشونت و رویه بسیار وحشیانه و بسیار بشرمانه که نیروهای امنیتی و به خصوص اوزی دمرای ما داشت. ډیر مننه کول ودا چرال په موضوع مر سر باسو ګران لدم لدا سم ډیر مننه چې تر دې د مو موضوع ملتیا کوله تربیامو الله ملشه.